رسانه‌های بیگانه در گام بعدی تحولات اخیر ایران رو به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمون پیوند زدن و مدعی شدن با توجه به پایان مهلت آمریکا و متحدانش به ایران در پذیرش پیشنهاد وین، اکنون تشدید تحریم‌ها اجتناب ناپذیره. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با شیخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثانی نخست وزیر قطر در واشنگتن چنین ادعا کرد. آمریکا همچنان رویکرد دو جانبه خود را با ایران ادامه می‌دهد. نتایج تلاش‌های ما برای تعامل مستقیم با ایران دلگرم کننده نبوده. ما از واکنش آنان به پیشنهادی که در قبال رکتور تحقیقاتی تهران مطرح شده بود سرخورده شدیم. ما از استفاده از کلمه مهلت پرهیز میکنیم، زیرا این واژه‌ای نیست که ما استفاده کرده باشیم، ولی میخواییم باب مذاکرات گشوده بمونه، ولی این رو هم میخواییم به روشنی بگیم که نمیتونیم همچنان منتظر بمونیم و در حالی که ایرانیان خود درباره افزایش تولید اورانیوم با درجه غنای بالا و تأسیسات بیشتر برای نیروگاه اتمی که میتونه کاربرد دوگانه‌ای داشته باشه صحبت میکنن، دست روی دست بگذاریم. همچنین بار دیگه بر این مسئله تاکید میکنیم که ما در کنار ایرانیانی هستیم که به صورت آرام تظاهرات میکنند. مجری شبکه فاکس نیوز در بخش‌های مختلف خبری خود ضمن بازتاب گسترده اظهارات هیلاری کلینتون چنین گفت. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که آمریکا و متحدانش سرگرم بررسی راه‌هایی برای تحت فشار قرار دادن ایران هستند تا برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت ایران می‌تواند با بازگشت به مذاکرات از تصویب این تحریم‌ها جلوگیری کند. وی تأکید کرد هدف از این تحریم‌ها جلوگیری از پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای ایران است. در این حال اخبارها از افزایش نارضایتی‌ها در داخل ایران حکایت دارد. برنامه هسته ایران یکی از مهمترین برنامه‌های 10 ساله اخیر بود. نیازهایی رو که سالیان سال غربی‌ها می‌خواستن با مطرح کردن او ذخایر و منابع ما رو از آن خود بکنن و با وعده و وعید از این فرصت تکنیکال و های تکنیک ما جلوگیری کنند، ولی خب به لطف خداوند تعالی و عنایت مردم و سیاستمداران ما تونستیم با یک پافشاری و مقاومت خودمون رو در عرصه جهانی در تولید اورانیوم غنی شده برای استفاده های صلح‌آمیز بهره بریم. خب این یک موفقیتی بود که هر کشوری اگر چنین موفقیت هایی رو داشته باشه میتواند در عرصه بین‌المللی از اقتدار قابل ملاحظه‌ای برخوردار باشه. خب اونها فضای داخلی رو به عنوان یک شکاف و شکست وقتی میخوان متصل بکنن به بیرون، یعنی اینکه از این فرصتها برای شکستن اون اقتدارهای بیرونی، شاید بگیم که هرچه ما اقتدار بین‌المللمون بیشتر بشه اونها چاره‌ای نخواهند داشت جز اینکه فشارهایی رو برای داخل کشور بیارن و هرچه همبستگی ما افزایش پیدا بکنه میتونیم اقتدارهای بیرونیمون رو گسترش بدیم. در این میان مقامات و همچنین کارشناسان ارشد آمریکایی در گفتگو با رسانه‌های غربی دچار تضاد آشکار شدند. برخی از ضرورت تشدید تحریم‌ها به عنوان تنها راهکار خبر دادند و برخی از بی‌فایده بودن اون صحبت کردند و مخاطبان خودشون رو دچار سردرگمی کردند. ریتکی در پاسخ به سیاست دوگانه کاخ سفید در تاکید به مذاکره و همزمان تشدید تحریم‌ها و فشارها به جمهوری اسلامی ایران چنین گفت. اطمینان ندارم که موضع‌گیری محکم از یک سو و بازگذاشتن در مذاکره با ایران از سوی دیگر مغایرت داشته باشند. میتوان با ایران مذاکره داشت همونطور که آمریکا با بسیاری از کشورهای متخاصم گفتگو داشته. در این حال آمریکا میتونه از اقدامات داخلی این رژیم ها ابراز مخالفت کنه، چه در قبال دولت چین باشه و چه در قبال کشورهایی که مردمی نیستن. میتوان هر دو کار رو انجام داد. همچنین غرب در آینده نزدیک تحریم ها رو افزایش نخواهد داد.
سارا پیلین فرماندار سابق ایالت آلاسکا آمریکا هم در گفتگو با فاکس نیوز برخلاف ری تکی چنین گفت: آمریکا باید تحریم ها را علیه ایران افزایش بده. باید به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته بشه که تهران نباید منافع اسرائیل را تهدید کنه. باید صادرات فراورده های پالایش شده نفتی به ایران را هم تحریم کرد. تحریم ایران میتونه سبب تغییر رفتار این کشور بشه. دیوید شنگر مدیر بخش مطالعات عربی مؤسسه سیاست‌های خاور نزدیک واشنگتن هم در گفتگوی شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی چنین گفت: مذاکرات غرب با تهران در خصوص برنامه هسته‌ای بیهوده است. مقامات تل‌آویو بر این باورند که راهبرد آمریکا دیگه جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای نیست، بلکه واشنگتن به مهار ایران پس از دستیابی به تسهیلات هسته‌ای فکر می‌کنه. ضرب العجل تعیین شده آمریکا برای ایران پایان یافته. به نظر من همه به پوچ بودن و بیهوده بودن گفتگو با ایران پی بردن. مذاکرات با ایران به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسه. مجری شبکه العربیه هم گفت: آمریکا سیاست دوگانه خود را در قبال ایران در سال جدید میلادی همچنان ادامه خواهد داد. سال 2010 چالش دیگری نیز برای ایران در پی دارد، به طوری که روز سه‌شنبه 15 دیما مهلت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به ایران برای پاسخ به پیشنهادهای بین‌المللی درباره برنامه اتمی این کشور پایان خواهد یافت. پیشنهادهایی که ایران در پاسخ به آن تعلل می‌ورزد. خبرنگار شبکه العربیه هم در واشنگتن در گزارشی افزود: یک سال گذشت و حالا وقت بازنگری سیاست آمریکا در قبال گفتگو با تهران است. واشنگتن رایزنی‌های خود را با دیگر اعضای دائم شورای امنیت به علاوه آلمان برای افزایش فشار و مجازات‌ها بر ایران آغاز کرده است. مایکل راتنی سخنگوی بخش خاور نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا هم در گفتگو با شبکه العربیه گفت: با وجود اوضاع نارام سیاسی در ایران که ما اون رو در صفحات تلویزیون میبینیم، همچنان پیشنهاد گفتگو پابرجاست، ولی نتایج اون تاکنون دلگرم کننده نبوده. مسئله قابل توجه در تلاش‌هایی که در سال 2009 ایجاد شده اینه که نوعی اجماع و تفاهم میان گروه 5 به علاوه 1 ایجاد شده. فرید زکریا، کارشناس و تحلیلگر سرشناس آمریکایی، در گفتگو با شبکه CNN درباره تحولات مهم جهان به ویژه سیاست آمریکا در قبال ایران در 10 سال آینده چنین گفت: در آینده تعامل آمریکا با کشورهای نظیر ایران به جای منزوی کردن به سمت گفتگوهای سازنده تغییر خواهد کرد. آمریکا باید به دنبال راهی باشد تا در عین حالی که با مسائلی نظیر ایران، کره شمالی و مسائل دیگر از طریق سیاسی برخورد می‌کند، باید به هزینه‌ای هم که می‌پردازد دقت کند و بداند که نمی‌تواند تا آخر در این مسیر امپریالیستی پیش برود. واقعیت این هست که غربی‌ها به یک باره نمی‌توانند فضای روابط خودشون رو با ما کاملا منقطع بکنند و خب به هر حال در یک فضای تعاملی روابط بین‌الملل مجبور هستند که با ما گفتگو داشته باشند و خب الان هم که مدعی بعضی از نکات هستند و میبینن پیشرفت های ایران در حال توسعه است، ثبات ایران در منطقه خاورمیانه قابل توسعه است، اقتدار و نفوذ ایران در خاورمیانه خصوصا مانع از پیشروی منافع اونها داره میشه، خب چاره ای جز گفتگو ندارن. از یک طرف پس فضای گفتگویی رو مایلن باز کنن، از طرفی میخواهن از فرصت های گفتگویی استفاده بکنن تا بتونن امتیازهای بیشتری رو بگیرن. این سیاست رو به این مسیر دنبال میکنن که با القاء مطالب و فشارهایی در فرایند سیاسی و به کارگیری ابزارهای بین المللی از یک طرف فشارها رو زیاد میکنه، از یک طرف پای میز مذاکره خواسته هایی رو از ما دارن. خب این با جنگ نرمی که شروع کردن و دنبال این هستن که اساس نظام رو تحت تاثیر خودشون قرار بدن، یک سیاست سگانه هست. یعنی از یک طرف تلاش میکنن نظام رو از داخل سست بکنن و قدرت نظام رو در مانور خودش به شدت بکاهن، از طرف دیگر تلاش میکنن که از ابزارهای بین المللی برای بهانه های خودشون استفاده بکنن و در موضوع هسته‌ای و امثال اون بنا میکنن فشارهایی رو آوردن و از طرف سوم مایل هستن که به نوعی گفتگو کنن. اینها به دنبال این هستن که
فرصت جمهوری اسلامی در منطقه که به شدت رو به رشد و توسعه هست و منافع اونها رو داره ضایع میکنه و از بین میبره و موجب شده است این قدرت جمهوری اسلامی مقاومت هایی در منطقه شکل بگیره و مقاومت ها تبدیل بشن به مطالبات مردمی و بتونن واقعا یک وحدت مسلمان ها رو در منطقه رقم بزنن رو مایل هست جلوگیری بکنه و این سیاست سگانه خودش رو از این جهت استفاده میکنه. ما با تلاش های خودمون در همبستگی داخلی، همبستگی منطقه‌ای، همبستگی اسلامی باید تلاش خودمون رو به سمت و سوی بدیم که بتونیم یک قدرت قابل مانور در منطقه در مقابل همه مانورهای جنگ نرم داشته باشیم.